سلام به همراهان سازمان مهاجرتی پرشین مایگرنت. گفتگوی دیگر با یکی دیگر از کلاینت‌های موفق پرشین مایگرنت که در زمینه شغل مهندسی عمران موفق شدن مهاجرت بکنن به کشور استرالیا و ما این افتخار رو داشتیم توی این پروسه در کنارشون بودیم. در ابتدای گفتگو خیلی تشکر میکنم از اینکه وقت خودشون رو در اختیارمون گذاشتن و امیدوارم که این گفتگو برای دوستانی که اون رو مشاهده میکنن مفید باشه و پاسخگوی سوالاتشون در زمینه مشاغل مرتبط با عمران باشه. خب در ابتدا از کلینت عزیزمون میخوام که خودشون رو معرفی بکنند، بفرمایند که کدوم شهر هستند و از کجا داریم باشون صحبت میکنیم، در زمینه پروژه مهاجرتشون توضیحاتی بدن و نحوه آشنایی با پرشین مایگرنت. خب در خدمت شما هستیم، خیلی خوش آمدید. سلام، من ایمان جوکارم، خیلی ممنون که منو دعوت کردید به این مصاحبه. خدمتتون عرض کنم که من سیدنی ساکنم، حدوداً سه یا چهار سال قبل با پرشین مایگرنت آشنا شدم، اومدم قرارداد بستم و بحث اسسمنت هم اول با انجینیرز آف استرالیا بود، بعد با ویت اسس بسیمن اقدام کردن، ای آی هم با ویت اقدام کردن، کانستراکشن پراجیکت منیجر و ویزای 189 با پرمننت اقامت دائم، الان ساکن سیدنی هستم. بسیار هم عالی. خب خاطرتون هست که در اون فازه زمانی چی شد که پرشین مایگرنت کردید و از طریق مجموعه پرشین مایگرنت کارتون رو بردید؟ چند تا از دوستان مهاجرت موفقی داشتن و پرشین مایگرنت رو به من معرفی کردن و منم بدونی که تعلیم داشتم و دیگه با پرشین مایگرنت به خاطر سابقه خوب و روشنی که داشتن. بسیار هم عالی، خیلی متشکرم. خب یه مقداری جام جوکار از فرایند مهاجرتتون بگید، از نحوه روزهای اولی که استارت زدید، چگونه کار پیدا کردید، از این تجربتون اگر که برای دوستانی که این ویدیو رو میبینن یه مقداری به مقداری جزئی تر صحبت بکنید فکر میکنم خیلی مفید باشه. بری چشم. حقیقتش من که اون بازی زمانی که منتظر بودم که به کووید خورده بود و این بحثا نهایتا ویزا شد، بعد خدا رو شکر با ویزای 189 اومدم اینجا، خیلی راضیم. و اوائلی هم که اومده بودم یه مقداری سخت بود از بابت اینکه خب یک سفر خیلی دور بود، اومده بودم یه قاره دیگه و حدودا فکر میکنم 40 ساعت توی پرواز بودم. بعد خدمتتون عرض بکنم که از هفته اول یک سری مدارک این لازم بود، اونها رو واسش اپلای کردم، مثل مدیکر، مثل کارتای بانکی، یک سری کارتایی که خیلی به درد میخوره، مثل اینکه شما حدوداً مثل درایوینگ لایسنس، گواهینامه رانندگی، اینها خیلی خوب بود. اینها رو یه بازی زمانی حدوداً دو هفته طول کشید که فراهم کردم و بعد از اونم دیگه شروع کردم به اپلای کردم واسه جابای مختلف. و من چون مهندس عمران بودم میتونستم برای سایت انجینیر، پراجکت انجینیر و کنستراکشن پراجکت منیجر یا استیمیتور اینها اقدام بکنم که اینها فکر می‌کنم این صدای دره خیلی بد بود. آره؟ نه اوکی، مشکلی نداره. نه اینه رفت چون گفتین ادیتبله واسه این شکلی گفتم. بسیار عمالی. خب پس فرمودید که یه مقداری مدارکی بود که شما برای اینکه بخواید تو شغل عمران مشغول به کار بشید، یه مقدار از این مدارک هم اگر که توضیح بدید، فرمودید مشاغل عمرانی که میتونید اقدام بکنید، چه لایسنس هایی میخواد، چه مدارکی میخواد، کارفرماها چی میخوان از فردی که میخواد تو این زمینه مشغول به کار بشه؟ حقیقتا برای من که با رشته عمران اومدم جاب های مختلف خیلی زیادی داشت، شغل مختلفی بود، برای مثال سایت انجینیر، پراجکت انجینیر، بعد کانستراکشن پراجکت منیجر، بعد استیمیتر،
اینها طیف وسیعی از شغل‌ها هستن که من میتونستم واسهشون اقدام بکنم، ولی ترجیح هم این بود که با شغل استیمیتر شروع بکنم، چون ما مهندسه که تو ایران کار میکنن دو تا قسمت رو خیلی فعالن، یکی سرپرست کارگاه میشن، همیشه توی کارگاهن و خیلی علاقه زیادی هم دارن که توی سایت های کانستراکشن باشن، و یکی هم بحث مترو و برآورده که میشه همون استیمیتر. خب به عنوان یک نفری که توی پروژه های ساختمونی بوده، سرپرست کارگاه بوده و پراجکت منیجر بوده، من دوست داشتم خب طبیعتاً در ابتدا پراجکت منیجر رو اقدام بکنم، ولی چون فضای کار رو نمیشناختم ترجیح دادم توی یک، بله، به خاطر اینکه جاب خیلی مشخص بود، مسئولیت ها مشخص بود، ریسک کمتری داشت، نوع ارتباطات تعریف شده بود، و به خاطر همین از استیمیتر شروع کردم. ولی خب دوستای دیگه هم بودن که با سایت شروع کردن، سایت انجینیر شروع کردن یا لیول های بالاتر، و من خدا رو شکر تو این زمینه اقدام کردم، رزومه می نوشتم، از دوستای دیگه همونم کمک می گرفتم و رزومم رو بر اساس اون ساختاره که توی استرالیا مرسوم هست طراحی می کردم و بعدش کاستومایز می کردم برای هر کدوم از جاب دیسکریپشن ها و اپلای می کردم، چون خیلی مهم بود که این فرایند کاستومایز کردن برای هر کدوم از جاب دیسکریپشن ها خیلی مهم بود، چون برای مثال یک نفری که میخواست یک استیمیتر رو توی استخدام خودش بگیره، یک شرح شغلی میداد و میگفتش که من این رو نیاز دارم، این مسئولیت ها رو باید داشته باشید، و بر اساس اون من رزومم رو تنظیم میکردم و ارسال میکردم و بعد از اون یا تماس میگرفتن اگر مورد نظرشون بود، یک تماس تلفنی میگرفتن، و اگر توی تماس تلفنی خوب بودی دعوتتون میکردن به جلسه حضوری، و جلسه حضوری یا منجر شد به کار پیدا کردن و یا اینکه خب گزینه های دیگه، افرادی که کاندیداهای دیگه بودن اونها موفق میشدن کار رو بگیرن. به طور کلی پیدا کردن کار به عنوان یک مهندس در ابتدا توی استرالیا شاید کار اول یه مقدار سخت باشه، ولی خب مهندسای ایرانی به خاطر اینکه توانایی زیادی دارن نباید نگران این باشن. به نظر من با اعتماد به نفس خودشون، با تکیه بر تواناییاشون، آپدیت کردن دانششون، حتما میتونن موفق باشن، و خیلی مهمه که توی این راه اون امیدشون رو از دست ندن، اعتماد به نفسشون رو داشته باشن و بدونن که چیزی از مهندسای سایر کشورها، کسایی که اینجا تجربه داشتن، اینها کم ندارن از بابت دانش فنی، از بابت قدرت ارتباط برقرار کردن. خدا رو شکر مهندسایی که از چند سال قبل بودن، مهاجرت کردن و از کشور ما بودن، خیلی لیول‌های بالا تونستن برسن و الان خیلی از شرکت‌ها رو وقتی نگاه می‌کنی توی سطح مدیران، توی سطح به کسی که بالا دارن از کشور ما هستن، خیلی خوبه. جناب جوکار عزیز، می‌خوام یه حدودی ببین، شما چند وقت هستش که تشریف بردید استرالیا؟ الان داریم با هم صحبت می‌کنیم، چند وقت گذشته؟ اول اپریل دیگه، الان فکر می‌کنم آگوسته، فکر می‌کنم 3-4 ماه. بله درسته. تو این 5 ماه، چند ماهی که حالا به قول معروف پس هنوز به سال نرسیده، شما از کی مشغول به کار شدید؟ چقدر طول کشید تا کار اولتون رو پیدا بکنید؟ خدمتتون عرض بکنم که به طور کلی یک پروسه زمانی داره. شما برای مثال تا 1 هفته 10 روز تا کارت بانکیتون نیاد اصلا هیچ کاری نمیتونید. درسته. یا اینکه اون 1 ماه اول مدیکرتون بیاد، گواهی نامه هاتون بیاد، یک سری کارتی هست به نام وایت کارت که برای حضور توی سایت های ساختمونیه،
اون کلاس ها رو باید برید. حالا خیلی واجب نیست برای کسی که شاید بخواد استیمیتور باشه، ولی به طور کلی توصیه میشه. اینها یک زمانیه و به خاطر همین میگم بعضی وقتا برای من یه مقدار طول کشید و تو این فاصله زمانی که میخواستم کار رو پیدا بکنم، خب طبیعتاً گزینه های دیگه ای هم داشتم، کارهای کژوال بود، کارهای که توی رشته تخصصیم نبود، اونها رو انجام دادم تا یه مقدار با فرهنگ آپدیت بشم، یه مقدار با زبانی که اینجا صحبت میکنن هماهنگ بشه گوشم، و به خاطر اون یه بازه زمانی 2 ماهه یا 2 ماه و نیم طول کشید تا من کار اول تخصصیمو پیدا کردم. کار تخصصیتون صادقانه، میخوام یه سوال خیلی صادقانه، چون سوالیه که اکثر افرادی که میخوان به یه کشور جدید برن، میخوان از کشور خودشون که خب سالها در اون کشور درس خوندن، زندگی کردن، همه افراد رو میشناسن، بالاخره یه سابقه رو ساختن، به قولی ساکو ببندن و برن توی کشور جدیدی اونجا استارتو بزنن. استرالیا هم که خب یه قاره است واسه خودش. سوالشون اینه که ما چند وقت باید از جیب بخوریم؟ یعنی ما چند وقت باید خودمون هزینه‌های خودمون رو هندل بکنیم؟ خیلی صادقانه دوستانه، فکر بکنید یک نفر الان میخواد تصمیم بگیره، نگران این هستش که من چند وقت باید ساپورت مالی زندگی خودم رو برای شروع داشته باشم. شما صادقانه اینو بگید، بگید آقا باید 2 ماه پیشبینی داشته باشی، 3 ماه پیشبینی رو داشته باشی، برای خودتون مثلا امکان داره این پروسه همین میزان باشه یا کمتر. شما شغل تخصصی خودتون رو میفرمایید بازه 2 ماه و نیم طول کشیده، چون میخواستید حالا یه سری لایسنس ها رو در از قبلش داشته باشید. چقدر از جیب خوردید آقای جوکار صادقانه؟ من خیلی اگر بخوام صادقانه بهتون بگم، خب من خب مجرد اومدم اینجا. بله. و یه موضوعی هم که بود، من پول زیادی هم نیاوردم و میدونستم که باید کار بکنم. و مقایسه میکنم با دوسته دیگم که پول خیلی زیادی آوردن، اونها زمان بیشتری طول کشید تا به درآمد برسن، ولی من زمانی که به درآمد رسیدم فکر میکنم سر 12 روز بود. بعد از 12 روز آره من ABN هم رو گرفتم، بعد دیگه تکس فایل نامبر هم رو گرفتم. یه جوری بود که میخواستم واسه من پول بریزم، میگفتم تو ABN نداری چطوری واسه بریزیم؟ اینطوری بود. جالب. آره من آدمی بودم که سریع آدم اکتیو بودم، رفتم خیلی جاب کژوال پیدا میکردم. بعد از سختی نکردید؟ بستگی داره به خود آدم. بعضی هستن تا شاید 2 ماه هم ترجیح بدن که غیر از تخصصیشون هیچ جای کار نکنه. متوجه شدم. خب خیلی این قسمت مطمئنم خیلی مفید خواهد بود برای دوستان، بدونن که اگر کسی واقعا بخواد کار بکنه میتونه طی 12 روز به درآمد برسه، حتی قبل از اینکه ABNش رو گرفته باشه. بسیار عالی، خیلی جالب بود. خب جان جوکار عزیز، یه مقداری در زمینه نکات مهمی که کارفرما در زمان مصاحبه، حالا فرمودید موقعی که آگهی استخدام رو منتشر میکنه تسکای مد نظرش رو می‌نویسه من میخوام این کارها انجام بشه و میخوام فردی که برای این کار میخواد اپلای بکنه این مثلا لایسنس ها، این سوابق، این موارد داشته باشه. شما چند تا اول به من بگید چند تا مصاحبه رفتید، چند تا رزومه فرستادید حدوداً تا رسیدید به شغل خدمت استیمیتر که حالا فرمودید برای استارت مد نظرتون بود؟ من حقیقتش رو بخوام خیلی صادقانه بهتون بگم، آره اولش که اقدام میکردم رزومم خیلی بد بود، بعد زیاد به نکات ریزش توجه نمیکردم. برای مثال توی رزومه توی استرالیا وقتی میخواین اپلای بکنید یه قسمت اچیومنت باید داشته باشید. حالا ساختارش حتما دوستان بیان متوجه میشن، یا اینکه
بر اساس ساختاری که توی استرالیا است باید اپلای بکنید. من چند تا ریکروتر بهم زنگ زدن، خیلی ساده گرفتم، اصلا جوابی ندادم، یا هی میگفتم بهشون من تازه اومدم، تو میگفتم تازه اومدم قطع میکردن دیگه، ادامه نمیدادن. ولی از یه زمانی که مصمم شدم واسه کار کردن، اپلای کردن رو شروع کردم به صورت منظم. یعنی گفتم این یک بخشی از کار منه، کار کژوالم کنار گذاشتم، هر روز لباس میپوشیدم، میرفتم کتابخونه، اونجا اپلای میکردم به عنوان یک نفری که اونگار اومده سر کار. اونجا اپلای میکردم 7 تا 8 تا گاهی بیشتر و گاهی کمتر، به صورت یک شغل جدی گرفتمش، اپلای کردم و بعد از چند تا اپلای که انجام دادم مصاحبه دعوت شدم. توی فکر میکنم سومین چهارمین مصاحبه دعوت شدم به همکاری و یک سری نکات ریزم داشت دیگه. اونها از بابت اینی که خب اینجا هر کس پلتفرم خودش رو داره و بسیار واسه شون مهمه که اون شخصی که میاد بتونه ارتباط برقرار بکنه، باهاشون هپی باشه، بعد بهش آموزش میدن فست پد داره یاد بگیره. و بازم تاکید میکنم این که خیلی آدمی باشه که بتونه ارتباط برقرار کنه واسه شون خیلی مهمه. الزامن به اون معنا نیست که مثل نیتیف حرف بزنه یا اینکه دامنه لغات خیلی خوبی داشته باشه، الزامن به اون معنا نیست، الزامن به این معنای که بتونه ارتباط برقرار کنه و اون انرژی مثبت رو بده. اون روحیه رو اگر پیدا بکنن حتما کارو بهش میدن، چون هر کاری که میان آموزش داره، بهشون آموزش رو میدن، بدونن اون شخص آن تایمه، فست لرنره، حتما اوکی میشه. بسیار همالی، بسیار همالی. شغل کانستراکشن استیمیتور یک مقدار در موردش برامون صحبت میکنید. یک مهندس عمران تو این شغل چه کارهایی انجام میده؟ چه تصویر داره؟ خدمتتون عرض بکنم که خب طبیعتاً من خیلی انسان با تجربه زیادی تو این زمینه نیستم، در حد همون کاری تجربه که دارم اینجا خدمت تو عرض میکنم. این استیمیتور، کانستراکشن استیمیتور، شخصیه که تمام متریالی که مد نظر هست و نیروی کاری که میخوان توی اون پروژه کار بکنن رو از بابت تعداد، اندازه، حجم مشخص میکنه و براش یک بهایی رو در نظر میگیرن و باعث میشه که توی کوتیشن رو پر بکنن و اقدام بکنن واسه اون پروژه. اینجا پروژه ها برخلاف ایران که خب شاید یک شرکت کل قسمت های یک پروژه رو بگیره تقسیم بندی میشه، برای هر آیتمی یک شرکتی وجود داره. برای مثال اگر یک نفری یک شرکت در و پنجره داره، یک شرکت رنگ، یک شرکت اسکافولدین یا همون داربست‌بستنه، یا هر کدوم تیمای خودشون رو دارن، ممکنه توی کانستراکشن یه نفر استیمیتر اسکافولدین همون داربست بشه، شاید یه نفر استیمیتر نما باشه. متوجه؟ بر اساس ابعاد اندازه ها رو از روی نقشه ها استخراج میکنه، با پراجکت منیجر ارتباط میگیره روی قیمت گذاری ها و نقشه ها. یه قسمتی داره اسکوپ آف ورک، اونها رو قشنگ مطالعه میکنه، نقطه های پنهانش استخراج میکنه و با پلتفرمایی مثل حالا تو ایران اکسل استفاده میکردیم، اینجا هم اکسل استفاده میکنن، با بلو بیم، کیوبیت، بلزکت، هر کدوم از شرکت ها پلتفرم خودشون رو دارن و از اون بابت هم نباید نگران بشین، چون آموزش ها هست و خیلی راحت میتونه انسان ادابته بشه دیگه.
برای اینکه یک کانستراکشن استیمیتر بتونین اونجا استخدام بشه لایسنس خاصی لازم داره؟ خیر، ما طبیعتاً وقتی میایم با سیویل انجینیرینگ میایم دیگه توی جاب دیسکریپشن می نویسه دیگه، اگر یک مدرک خاصی بخواد اون رو میگه، ولی معمولاً اینو نمیخوان، میگن که یک بی اس سیویل انجینیر داشته باشی. درست کفایت میکنه. و من الان خودم فوق لیسانس آب دارم ولی هیچ وقت ارائه نمیدم واسه اپلایم، یا اینکه سابقه کارم زیاده، بیشتر از 7 ساله، ولی خب 3 سالش رو فقط ارائه میدم، چون اگر خیلی هم باشه اوور کوالیفای میشید. درست. و شاید شغل بهتون اصلا پیشنهاد ندن. درسته. درست. این حرفه‌ای شدنتون توی بحث اپلای کردن مشخصه، کاملا از تو فرمایشاتون معلومه که واقعا حرفه‌ای شدی در زمینه پیدا کردن کار. حالا در این زمینه، در انتهای گفتگو جناب آقای جوکار عزیز، حالا میخواستم که حالا این پاسخ سوالمو بدین و بعد خودتون دیگه گفتگو رو ببرید به سمت نقطه پایانی و اون نکاتی که لازم میدید در انتها دوستان بدونن. حدود رنج درآمدی یک کانستراکشن استیمیتر حدودا چقدر هستش و این رو به صورت حدودی برای دوستان بگید که به چه روالی هستش، اصلا دریافت پرداخت حقوق تو استرالیا چطوریه، ماهانه میدن، سه ماهی میدن، هفته‌ای میدن؟ اینو میخوام میدونم ها، میخوام شما توضیح بدید به چه شکلی هستش و روال به چه نحوی هستش و نکته پایانی اگر دارید اون رو هم بفرمایید. چیزی که من بخوام اپلای بکنم، خب طبیعتاً سنیور استیمیتور نمیرم دیگه. سنیور استیمیتور کسیه که خب تجربه بیشتر داره، متر برآوردگرهای دیگر رو آموزش میده، مسئولیت بیشتری داره. من اون چیزی که میدونم استیمیتوره، یا جونیور استیمیتور یا استیمیتور، اونا حال رنجشون از 70 تا 120. 70,000 تا 120,000 دلار در استرالیا و خیلی وقتا به علاوه سوپر انویشن هم هست. بله. یعنی که به علاوه این چیزی که میدن، یک پولی هم میدن توی واسه بازنشستگی که تو فکر کنم 7% سوپر انویشن اون هم در نظر میگیرن. و فرمودین دیگه سوال چیز همین، حالا مثلا در نظر بگیرید یک فردی حالا تو رنج مثلا خدمت شما عرض بکنم که حالا 70,000 دلار دیگه حداقلش، دیگه ما حداقلش رو بخوایم در نظر بگیریم، این دریافتیش به چه نحویه؟ ماهانه میگیره، هفته‌ای میگیره، بعد از کسوراتی که انجام میشه چقدر دستشو میگیره؟ میخوام یه مقدار اینا رو شفاف بکنیم، یه مقداری میشه گفت عینی تر مسئله رو باز بکنیم. من اومدم اونجا استخدام شدم، 70,000 دلار برای من تعیین شده، چه جوری حقوق میگیرم؟ این بدون شک ابتدا اون مالیاتش رو کم میکنن دیگه، بر اساس اینکه توی کدوم پله مالیاتی هم باشین اون رو مشخص میکنن دیگه. فکر میکنم 70-80 اینا ها توی اینترنت میتونم سرچ بکنم، بزن مثلا من 90,000 تا میگیرم چقدر به من میگن، ممکنه اون رو قشنگ میگن، مثلا 70,000 تا چقدر میگن، 80,000 تا چقدر دست من رو میگیره. و این رو در قالب بسته به شرکتی که کار میکنن، من شرکتی که کار میکنم هفتگی پی اسلیپ میده به من. بله. میده، واریزش هم هفتگی انجام میده، ولی هستم باز من حقیقتش اطلاعی ندارم اینجایی که من به صورت هفتگی هستش. بسیار هم عالی. خب در انتها نکته پایانی، موردی، مسئله‌ای که لازم میدونید حالا اگر که از بلم افتاده دوستان بدونن و دیگه پایان صحبتمون رو داشته باشیم. من اول که از تیم شما واقعا تشکر میکنم که این ویدیوها رو میگیرید، به کسایی که میخوان بیان تشریف بیارن با یک دید بازتری بیان. دوم این که خیلی دوست دارم اینو به همه دوستای خودم، کلاینت های عزیز شما اینو بگم که هیچ وقت ناامید نشن که میان اینجا، اگر به
به این فکر بکنن که برای یه مأموریت کاری نیومدن، اینجا اومدن زندگی کنن. اینجا همه چیز به مرور زمان حل میشه. یعنی اون ثبات باعث میشه که گاهی حوصله‌ت هم سر بره. برای مثال هر قسمتی از کار زمان بره، مثلا ناامید نشن، عجله نکنن، این بخشی از زندگیه. یک انسان رو از یک قاره دیگه آوردن به یک قاره دیگه تا با این شرایط اخت بشه، تا با این شرایط عادت بکنه، یه مقدار زمان میبره و باید صبور باشن و انرژیشون رو حفظ کنن و ناامید نشن. و دیگه واقعا هم از شما هم تشکر میکنم که این کار رو انجام میدید، به تمام کلاینت ها کمک میکنید. خیلی هم ازتون ممنونم به خاطر پرونده خودم که با دید بازی به من مشاوره دادید و من چون 489 هم آپشن داشتم واسهش اپلای کرده بودم، متخصصای شما به من پیشنهاد همون 189 دادم و واقعا راضیم. خیلی مشکرم. خیلی خیلی خوشحالم جان جوکار، از رضایت شما خیلی خوشحالم. تمام امید ما این هستش که این مسیری که شما رفتید برای تک تک دوستانی که علاقمند هستن به این پروسه به بهترین نحو انجام بشه و بتونیم در خدمتشون باشیم. خیلی ممنونم از شما که میدونم با تمام محدودیتی که در بحث زمان داشتید، مشغله داشتید، دیگه مشخص هم شد ابتدای گفتگومون حتی یه سری به قول معروف دوستان بودن که توی محل سکونتتون در حال کارهای فنی بودن و این زمان رو به ما دادید. در اصل خیلی متشکرم از شما، انشالله که همیشه موفق و پیروز باشید. انشالله توی فرصتهای مناسبتر باز بعد از گذشت چند وقتی بتونید تجربیات پخته تر شما توی این زمینه به اشتراک بذارید. من خیلی خوشحال شدم و شما خدا حافظی میکنم. خدا نگهدار. قربان شما، خدا نگهدار. متشکرم.